موضوع صحبت من اینه که چطور میتونیم مغزمون و جامعهمون رو تغییر بدیم. این جوه 32 سالشه و قاتله. جو رو 13 سال پیش در زندان ورم وود سکرابز دیدم، جایی که خطرناکترین زندانی های انگلستان نگهداری میشن. این آدم ها اعمالی مرتکب شدن ناگفتنی. میخواستم مغز اونها رو بررسی کنم. وظیفه من به عنوان یکی از اعضای گروه تحقیق دانشگاه کالج لندن تحقیق روی زندانی هایی بود که روان نژن تشخیص داده شده بودن، یعنی بی‌عاطفه ترین و خشن ترین زندانی ها. منشأ رفتار اونها چی بود؟ یک مشکل عصب شناختی؟ در این صورت آیا این مشکل علاجی داشت؟ Could we find a cure? Looking specifically at their ability to categorize different. طی ماه‌های بعد روی جو و بقیه زندانی‌ها آزمایش‌هایی کردیم تا ببینیم چطور به عواطف واکنش نشون میدن. مثلا بیشتر ماها وقتی تصویر آدم غمگینی رو می‌بینیم، واکنش فیزیکی ملموسی نشون میدیم. ضربان قلب بالا میره، عرق می‌کنیم. در تحقیق ما روان نژندها با اینکه میتونستن حالت تصویر رو درست حدس بزنن، اما نمیتونستن احساس یا واکنش فیزیکی نشون بدن. برای تحقیق بیشتر تصمیم گرفتیم از مغز اونها با MRI عکس برداری کنیم. بعد از مدتی تحقیق به جوابی تقریبی رسیدیم. در ناحیه ای از مغز افرادی مثل جو نقصی وجود داره. به این ناحیه بادامی شکل از مغز آمیگدال یا بادامه میگن. بادامه مرکز تجربه همدردیه. کسی که همدردی زیادی نشون میده بادامه فعالتر و بزرگتری داره. زندانی های تحقیق ما بادامه های ناقصی داشتند که احتمالاً باعث بی‌عاطفگی و بزهکاری اونها شده بود. خب آیا مغز میتونه تغییر کنه؟ بیشتر از 100 سال دانشمندان عصب شناسی معتقد بودند که سلول های مغز بعد از دوران کودکی دیگه رشد نمی کنند، مگر در موارد معدودی. اما از اوایل دهه 1990 با تحقیقاتی که در دانشگاه پرینستون شروع شد، نتایج نشان از رشد سلول‌های جدید مغزی در بزرگسالان داد. اول در قسمت بویایی، بعد در قسمت حافظه کوتاه مدت و بالاخره در خود بادامه. الان معلوم شده که در پستاندارانی مثل ما بافت‌های عصبی بادامه میتونن رشد کنن. بعضی از قسمت‌های مغز بیشتر از 20% از سلول‌های جدیدن. این یعنی مغز قادر به طرز خارق‌العاده‌ای در سنین بالای بزرگسالی تغییر کنه. منظور از این تحقیق این نیست که مجرمین میتونن MRI مغزشون رو به دادگاه ببرن و به بهانه داشتن بادامه ناقص از مجازات فرار کنن. برعکس، چون مغز میتونه تغییر کنه، مجرمین باید مسئولیت کارهاشون رو به عهده بگیرن و بازپروری کنن. یکی از راه‌های بازپروری میتونه برنامه عدالت ترمیمی باشه. در این برنامه قربانی، البته اگر مایل باشه، رو در روی مجرم قرار میگیره و از طریق ملاقات‌های روشمند مجرم تشویق میشه تا مسئولیت عملش رو قبول کنه. در این موقعیت شاید مجرم برای اولین بار بتونه قربانی رو به عنوان شخصی واقعی با افکار و احساسات و واکنش‌های عاطفی خالص ببینه. این کار باعث تحریک بادامه میشه و شاید بازپروری مؤثرتری از زندانی کردن صرف باشه. And may be a more effective rehabilitative practice than simple incarceration. So what can we? خب حالا چطور میشه از این دانش استفاده کرد؟ من از این تحقیق 3 درس گرفتم. اول اینکه باید طرز فکرمون رو عوض کنیم. مدت‌های مدیدی خودمون رو متقاعد کرده بودیم که طبیعت بشر تغییرپذیر نیست. این اعتقاد هزینه گزافی برای جامعه داره.
ما میدونیم که مغز میتونه حتی در بزرگسالان تغییر کنه و بهترین راه برای این کار تغییر محیطه. دومین درس اینه که باید اتحادی بین کسانی ایجاد کنیم که معتقدن علم برای تغییر جامعه ضروریه. برای پایین آوردن میزان جرائم به تخصص‌های مختلفی نیازه. دانشمند، درمانگر، مددکار اجتماعی، سیاستگزار، فعال حقوق بشر و بقیه. لازمه که همه اینها همکاری کنند. و بالاخره این که خود ما هم باید بادامه‌مون رو تغییر بدیم. اگر فکر کنیم آدم‌هایی مثل جو اصلاً اصلاح پذیر نیستن، چطور اون میتونه درباره تغییر فکر کنه؟ بهتر نیست که جو در مدتی که محکومیتش رو میگذرونه روی بادامش کار کنه تا وقتی آزاد میشه راحت تر بتونه به دامن جامعه برگرده؟ مطمئنم که این به نفع همه خواهد بود. Surely that will be in the interest of all of us. Thank you.